همراهان نیچر توریسم سلام بهتون تبریک میگم چون بعد از دیدن این ویدیو شما از معدود افرادی هستید که از بومکنهای تاریخی بیده میبود بازدید داشتین با هم ببینیم دست ساخته های قدیمی بشر رو ببینیم کن از دو واژه بوم به معنی زمین و کن هم که میشه کندن تشکیل شده در حقیقت در دل زمین با دست این پناگاه ها یا انبارها رو ساختن و این منطقه ارگی بوده که در کنار خودش خندقی داشته و در حال حاضر هم قسمتهایی از این خندق وجود داره و به عنوان خندق یا رودخانه بومکنی بیده معروفه بافت تاریخی بیده منحصر به فرده که به اون دهدش هم حتی میگن در زمانهای گذشته شبیه یک شبه جزیره بوده از سه طرف محصور به آب بوده دو رودخونه در غرب و شرق این روستا جریان داشتن که به وسیله خندقی به هم متصل می شدن بعضی ها میگن قدمت منطقه بیده به پونزه هزار سال پیش هم میرسه. مزرعی بیده از دو قسمت مزرعه که برای کشاورزی مورد استفاده قرار میگیره و بافت سنتی منحصر به فردش که منطقه مسکونی هست تشکیل شده در حقیقت توی این روستا ما ابتدایی ترین شکل زندگی بشر رو در دل تپه های روسی میبینیم مزرعه بیده در ایام قدیم دروازه داشته و کشاورزی در پایین دست انجام می شده. اکثر خانه های بیده در یک طبقه با سقف مسطح و پنجره کوچیک ساخته شدن و برخی از خونه های روستا سقف گنبدی دارند. اکثر مسالح به کار رفته در ساخت این خانه ها خشت، گل، آجر و آهنه. کوچه های روستا تنگ و پیچ در پیچه و معماری چشم نواز روستا تحت تاثیر فضای کویری قرار داره معماری روستا به سبک خونه های و بسیار چشم نوازه قرار گرفتن تپه های روسی در کنار اون هم بر این شگفتی اضافه میکنه. در گردشگری تجربه گرا که روز به روز در حال گسترش و به علاقمنداش اضافه میشه تمرکز اصلی بر درگیر شدن فعالانه و آگاهانه گردشگر در تاریخ، فرهنگ، غذا و محیط طبیعی کشور مقصد یا منطقه هدفه یعنی در این سفرها گردشگر میخواد به درک همیختری نسبت به مقصد برسه و حالا بیده یکی از روستاهای هدف گردشگری شناخته شده و پتانسیل خیلی بالایی داره که میتونه باعث کارآفرینی برای مردمان این سرزمین بشه مردمانی که به سختی در مزاره با کمبود آب روزگار خودشون رو سپری میکنن